خیلی از پدر مادرها با این دیالوگ وارد مطب میشن که آقای دکتر بچم اشتها نداره آقای دکتر بچم وزن نمیگیره اصلا غذا نمیخوره مدام باید پیش بدوم تا یه لقمه غذا بهش بدم هم کرده بعد ما میایم بررسی میکنیم آزمایش مینویسیم میبینیم واقعا بچه چیزیش نیست اما واسه جبران اینکه غذا نمیخوره یه سری مولتی بهش میدیم سلام بچه ها امیدوارم حالتون عالی باشه من علی ازا زاری از هستم تو این ویدیو میخوام در رابطه با این چالشی که پدر مادر رو با بچه هاشون دارن یعنی اینکه که نمیخورن میخورن اشتها ندارن صحبت بکنم دلیل و علتش رو بهت میگم و درمانش در ادامه با من همراه باش ببین بچه ها ذاتا تبشون گرمه همین ورجه ورجه کردنشون بالا پایین پریدنشون تحرکاتشون به این گرمی کمک میکنن. از طرفی بدن باید در جهراتش چقدر باشه؟ 36-37 درجه خب اینا سریعتر به این آستانه میرسن وقتی هم برسن بدن دیگه ایس میده اجازه بالا رفتن حرارت رو نمیده خب میگه غذا خوردن باسه بالا رفتن حرارت میشه آره دیگه به این وقتی شما غذا میخوری بعدش گرمت میشه یعنی درجه حرارت بدنت میره بالاتر خب بره بالاتر چه اتفاقی میفته خیلی از اعضای ما هستن بافت چربی دارن مغز چشم کلیه خیلی هاشون خب این بافت چربی اگر آب بشه به بدن شما صدمه وارد میشه بدن اینو دوست نداره پس جلوی اشتهای شما رو میگیره کف دست این بچه ها اگر دوغ محلی بریزی معمولا بریده بریده میشه اینم یکی از نشونه هاشه خب راه درمان چیه قبل از اینکه راه درمان رو بهت بگم اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردی دکمه سابسکرایب بزن زنگوله کنارش فعال تن. اگر من اینستاگرام داری ما رو دنبال میکنی فالو بکن تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشی خب راه درمان چیه استفاده از خونکی ها مثل چی مثل خاکشیر، مثل ترنجبین مثل عرق بیت مثل عرق شاتره مثل آب زرش مثل سوپ جو همینا خونکی ها. میتونی ازشون استفاده بکنی میتونی شربت تخم خیار تخم خربزه قدمه شیرازی و چت بدی عرق کاسی ما توصیه نمی کنیم چون باعث بلوغ زودرس میشه خیلی هستن تو این جور مواقع میان از عرق یونجه استفاده میکنن میگن خونسازم هست خب ببین عرق یونجه خودش تبش گرمه درست خونسازم هست همین خونسازی باعث میشه درجه حرارت بره بالاتر این درمان نمیکنه ها یعنی شما دلیل رو بدون درمان خودش میاد دوتا ویدیو اینجا بهتون پیشنهاد میشه میتونی اینا هم تماشا بکنی اگر این پست رو دوست داشتی حتما با دوستات به اشتراک بذار قلب قرمز اینجا رو بکوب نظری پیشنهادی سوالی داشتی حتما تو کامنت واسم بنویس